برادر بزرگوار من، خدا عزت بده، امر بالمعروف و نهی از منکر 124,000 پیغمبر همگی انجام دادن بلا شک و بلا ریب، کلام شما درسته و ائمه خدا علیهم السلام همگیشان کلام در اینجا هست که امام سید و شهدا علیه السلام از مدینه خارج شدن رفتن مکه، از مکه خارج شدن رفتن به سوی کوفه، و امام سید الشهدا علیه السلام در وصیتی که از ایشان آمده اینی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا بل خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي. و ايضا بله، حضرت سید الشهدا علیه السلام در وصیت نامه ای که خدمت شما عرض کنم که برای برادر خود محمد ابن حنفیه نوشته، اني لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امتي جدي. بله. واريد بحار الانوار مجلد 44 شهاده سيد الشهداء عليه السلام تاريخ ايشان، ان وصيه ايشان بمحمد حنفيه، واريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيره جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالخير وهو خير الحاكمين، وهذه وصيتي يا أخي إليك. سيد الشهداء عليه السلام فرمان كمان براية بلا أمر الشر خارج نمي شبام والظالم خارج نمي شبام، براية فساد خارج نمي شبام، أز براية إصلاح وأز براية چي أز براية أمر معروف نهي أز منكر. منظور از خروج اینجا چیه؟ یعنی خارج شدن از بیتش، خارج شدن از مدینه به سوی مکه مکرمه، منظور این. و بعدش هم مکه بودن رفتن مدینه منوره، و در خطبه‌ای که در کربلا ایراد کردن، بله در اون خطبه اینه: الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء حقه محقا. بله این در اون خطبه مبارکه آمد. خب حرفی که جمع استدلال که متصور هست و بلکه انجام شده از جانب طرفداران حکومت ایران اینه که امر به معروف و نهی از منکر اگر مقدمه اش قیام باشد جایزه. یعنی شما طرف مخالفین حکومت ایران میگویید که انقلاب جایز نیست، چون قیام بر علیه حکام در عصر غیبت جایز نیست. میگن نه، قیام جایزه. چرا؟ دلیلی زیاد داره. یک دلیلش امر معروف نهی از منکر. خب امر معروف نهی از منکر چطور؟ میگن بله، امر معروف نهی از منکر دلیل جواز قیام است، چون سید الشهدا علیه السلام قیام کرد از برای امر معروف نهی از منکر. خب این جوابش چیه جان؟ آیا واقعا امر معروف نهی از منکر مقدمه اش اگر قیام باشد این جایزه و سید الشهدا علیه السلام قیام فرموده؟ بله، و خروج کرده بر علیه یزید، و این خروجش مقدمه ای امر معروف و نهی از منکر بوده. خب این مسئله هست که من با این موافق نیستم، و ان شاء الله العزیز سید الشهدا علیه السلام اصلا برای جنگیدن از خارج نشد از مدینه، و سید الشهدا علیه السلام تا آخر وقت سعی کرد که قتال واقع نشود بین او و بین یزید ابن معاویه، و میخواست که امر اصلاح بشود. و اما یزید ابن معاویه اونها میخواستن انتقام بگیرن از جنگ بدر و احد، و انتقام بگیرن از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اونها حاضر نبودن که امر به صلح و آرامش پایان بپذیرن. اونها و الا سید الشهدا علیه السلام اصلا برای جنگیدن خارج نشدن، و اصلا در این تمام مدتی که در مکه بودن، در جاهای دیگر بودن، یا از مدینه خارج شدن، این که سلاح برای خود جمع بکنن، از این کارا بکنن، آمادگی نظامی بگیره، این حرفا اصلا نبود. و سید الشهدا علیه السلام هیچ جایی نداشتن که بروند مگر این که به سوی کوفه بروند، و میدانستم که اونجا بروم شهید میشوند. و دوستان عزیز، لذا سید الشهدا علیه السلام درسته برای امر به معروف و نهی از منکر، اگر این حدیث سندم نداره، و اون خطبه هم که نقل کردم اونم سند نداره، اونم سند نداره، هیچ کدام اینا از نظر سعدی هیچ کدام سند نداره. حالا قبول هم بکنیم با رفعیت از سند، قبول هم بکنیم که سید الشهدا علیه السلام اینها را فرموده، این وصیت شواقعا اون خود هم درسته، قبول هم بکنیم سید الشهدا علیه السلام این خودش بهترین دلیله که با ایشان برای جنگیدن خارج نشده، اینها ایشان برای
امر معروف و نهی از منکر خارج شده، اما جانب مقابل اونا راضی نبودن. جانب مقابل میگفتن تو باید یا کشته بشوی یا غلامی عبیدالله ابن زیاد را قبول بکنی، و در حال حال ایشان را میکشتن. اگر باز هم تسلیم میشد باز هم ایشان را میکشتن. لذا سید الشهدا علیه السلام بله مجبور شدن لآخر یا ذلت و با ذلت کشته بشن یا با عزت کشته بشن، یا با ذلت کشته بشن یا با عزت کشته بشن. سید الشهدا علیه السلام کشته شدن با عزت را قبول کرد. حالا این حرف که استدلال به این حرف که امر به معروف و نهی از منکر در سیره سید الشهدا علیه السلام مقدمه اش قیام بوده و لذا قیام جائزه، این حرف حرف باطلی. حالا امیدوارم که متوجه شده باشید، فردا ان شاء الله بیشتر توضیح میدم. شما مطلب دیگری هم فرمودید.